гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алейкум. Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоси ҷанг ва сулҳи Бритония омода шудааст. Давоми чанд дақиқае, ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. Тоҷикистон тасмим дорад саҳфаи ахири таърихи марбут ба партовгоҳҳои ҳастаиро варақ гардонад. Дар кишвар ташаббусҳои колонияи экологӣ ба роҳ монда шуданд. Мақсад аз роҳандозии ин ташаббусҳо таъмини шароити бехатарии зист дар ноҳияҳое, ки дар даврони шӯравӣ барномаҳои атомӣ амалӣ гашта буданд, мебошад. Муфассалтар дар ин хусус аз гузориши Галим Фасхутдинов мешунавем. ولایت سغدی جمهوری تاجیکستان در نیمه دومی سالهای 1920 منطقه کلیدی برای استراتژی هسته‌ای دولت شوروی به حساب می رفت. محض در اینجا مواد خام برای اولین بمب اتمی شوروی به دست آورده شده است. برای این عمل میانه های سالهای 40 در این منطقه کامبینت مخفی رقم 6 ساخته شده بود. بعدن در شمال کشور باز چند کارگاه دیگر به کار شروع کردند و سالهای 90 فعالیت آنها باز داشته شد. کارمندان و متخصصان کارگاه پر کنده شدند و در جای فعالیتشان پرتاوگاه های اوران باقی ماند، میگوید دیرکتوری اگنتی آید به امنیت هسته‌ای اکادمی علم های تاجیکستان اولماس میرسعیدوف. در شمال تاجیکستان همه ساله میلیون تن اوران کارکرد کرده می شود. البته این میراث دولت شوروی یکی از مشکلات کشوری ما است. نزدیک دهه دهمای و شهر استقلال پیشتر از تبشر 10 پرتاوگاه هسته‌ای موجود است. آنها کم فعالند، اما این زمین ها را باید برقرار کرد. طبق بهاگذاری سازمان ملل متحد، پرتاوگاه های شمال تاجیکستان نزدیک به 55 میلیون تن پرتاوی رادیواکتیوی دارند. با گذشت زمان اکثر این ابیکت ها استواری و بخطری خود را گم کردند، میگوید پروفسور دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان گوزل مایدینوا. эти источники радиации вызывают особое опасение из-за того, что اسباب نزدیکی این منبع های رادیواکتیوی به منطقه های اهالی نشین و دریاهای خرد خطری آنها دو چند زیاد است. همه سالا در ولایت سوخت تعداد گرفتاران بیماری سرطان می افزاید، علل خصوص میان کودکان و نورسان. تاجیکستان امید دارد که دوام چند سال آینده از میراث اتمی خود خلاص شود. با این هدف در کشور دو تشبث اکولوژی راه اندازی گشته است. یکی از تشبث ها را کمیسیون اروپا دستگیری نمود و دیگری را اتحاد دولت های مستقل که میانشان ضربه اساسی را روسیه به خود گرفته است. کارشناس از مسکو تاتیانا مکارچوک چنین اظهار نظر کرد. این میراث تاریخی سابق اتحاد شوروی است و برای حل این مشکل روسیه باید عهده‌داری به خود گیرد و طور معلوم است چنین هم کرده ایستاده‌ایم. در حال حاضر برای طرح‌ریزی دو لایحه کارهای اساسناک‌کنی تکنیکی اقتصادی گذرانده می‌شوند. در برابر این فوند مالیوی تأسیس می‌شود. به گفته اکادمیک اولماس میرسعیدوف این کار را اگنتی بین‌المللی انرژی اتمی نظارت می‌کند. наша делегация поедет в Лондон, там создаётся фонд. گروه کاری ما به لندن سفر میکند. آنجا فوند برای برقرار سازی پرتاوگاه ها تاسیس داده میشود. سال 2017 جلسه مبلغ گذارها آید به این مشکلات در کارگاه اگنتی بین المللی انرژی اتمی نظارت برگزار خواهد گشت. مبلغ گذارهای ما از روسیه شروع کرده تا دولت هایی که برای کمک رساندن به ما منفعت دارند میباشند. امید بر آن میبندیم که با مرور زمان ما این مشکل را به پورگی حل خواهیم کرد. کارشناسان مطمئنند که برقرار سازی زمین های پرتاوگاه ها شرایط برای زندگی و فعالیت بیش از میلیون تاجیکستانی ها را فراهم می آورد. علاوه بر این برنامه مذکور برای دولت ما ارزش اقتصادی نیز دارد. طبق حساب پیشکی زمین های برقرار شده می توانند به بیش از 100 گکتار زمین های پالزی مبدل گردند که در شرایط کمبود زمین های کیش در کشور خیلی به مورد و سودمند است. گزارش را گلیم فسخودینوف از شهر دوشنبه آماده کرد. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکل خود حرف زنید، میتوانید با ما با رقم 44-640-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و سلحی بریتانیا آماده شده بود. باشمو بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر موادی خواندنی ما رو شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.az و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم باشمو درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.